چی میشه که همتون با همدیگه تصمیم میگیرید به جای اینکه با دشمن اصلی در بیفتین آمدین یه طرف دیگه و نهایت ناجوانمردی رو به خرج میدی؟ آقای جوانمردی، انواع و اقسام سند و مدرکی که شما اون آقای توانای محمدی رو معرفی کردی به آقای زم، به روح الله زم، و از طریق شما اینها آشنا شدن و زم رو کشوندین و بردید و تحویل دادید که باعث اعدام زم شد. خجالت بکشید، شما در برابر دوربین های فارسی میان خودتون رو وطن دوست و ایران دوست و اینا معرفی میکنید، میرید مصاحبه میکنید در رادیوهای کردی به عنوان تجزیه طلب فعالیت میکنید، دست فردارید. اون سجادی دهنگشاده که کثافت از دهنش میریزه که مرتب از صبح تا شب از این استودیو به اون استودیو، از این رسانه به اون، را خاک بر سر این رسانه ها کنم، واقعا خاک بر سرشون که دلشون خوشه این مرتیکه رو بیارن تعداد بینندشون بره بالا، خاک بر سرتون کنم. آقای اکبر گنجی، شما پونس تو صورت تو پیشونی دخترها میکردی، شما اسید تو صورت دخترها میپاشیدی، اینا تصاویرش هست، سند و مدرکش هست. چی میشه که یک دفعه همتون با هم تصمیم میگیرید که حمله کننده باشید؟ همتون هم با هم مدعی هستین که طرف مقابل فحش میده، طرف مقابل توهین میکنه، طرف مقابل الهتا. نه، شما هستین. اون یکی فخرآور اومده میگه به نتانیاهو گفتم که قرار ایران رو بکوبن. آخه کی هستین شما؟ آقای عالی پیام، شما در ایران که بودی منتقد جمهوری اسلامی بودی برادر، چی شد وقتی کارنامه‌تون تکمیل شد رفتید زندان آمدید؟ حالا من کاری ندارم به سابقه نمیدونم سردار بودن و سپاهی بودن، اونو کار ندارم. اصلا جون 4 روزه میدونین آقای رادان گمه. بله، شایعه ترورش هم تمام اینترنت و اینا مطرح شده در تمام این برنامه‌ها. خب رادان آخه برای خودش شغلی داره، رئیسی چیه تهران، انتظامی تهران چیه، رئیس نیروی انتظامی، و برای آدم قسی و قلب و اینا خیلی، اونم یه آدم کش دیگه. 3 روز شد و هیچ مجلسی نبوده. و حالا ممکنه آقای رادان رو ترور کرده باشه، هیچ بعید نیست. ملت ایران تا یک جایی میتونه تحمل کنه، صبر و شکیباییش تا یه جایی هست، اونجایی که دیگه این حجب و حیا رو کنار بگذاره اون وقت دیگه وای به روزتون. تاریخ اینو بارها نشون داده. همه شماها خانواده هاتون همین بدبختی رو خواهن کشید. الان جمیل خانم بانوی اول چه کار خواهد کرد؟ اون مردک بشکه نجاست، اون علم الهدا که وای میسه جلوی دوربین عشق میریزه به خاطر منافعی که الان به خطر میفته. ما نشستیم اینجا که یک قدم حتی کوچیک باشه برداریم برای نسل‌های آینده که سرند بکنیم این نخاله ها رو از توش تا اونجایی که میتونیم. هر کدومتون باشه، از خود شاهزاده رضا پهلوی هم اگر که ببینیم اونطور که باید باشه نیست، ما انتقاد خواهیم کرد. ما واقعیت رو میبینیم، تا امروز واقعیت این بوده، تنها کسی که میشه بهش اقتدا کرد این آدمه، و بهترشو بیارید، بهترشو عرضه بکنید، نشون بدید. ما با کمال میل همراهتون خواهیم بود، با کمال میل حمایت هم خواهیم کرد. اینها دنبال زد و بندهای خودشونن و لعنت ابدی بر شما. سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه در حاشیه. 58 برنامه رو به اتفاق بهمن فتحی، دوست و همکار عزیزم، تقدیم حضورتون میکنیم با تشکر از رضا کیهان و رضا آلمان. روز پنجشنبه هست و 23 ماه می و 3 خرداد ماه، اونور که سال میلادی 2023، اینور 1403. 3 امروز خیلی شریک در تاریخ، چه میلادی چه ایرانی، شمسی، خورشیدی. و از طرفی امروز روزی است که در کهکشان هم به دلیل ارتباطات نمیدونم
کرات مختلف روی هم قرار گرفتنشون و از این تعاریف، روز بسیار بسیار، یعنی سال بسیار بسیار خوبی رو پیش بینی میکنن. این طبق آداب و رسوم و سنت های قدیمی هست، اما ما امیدواریم که سالم و تندرست و شاد باشید و فرصت کرده باشید، فرصت داشته باشید که این یک ساعت ما در خدمتتون باشیم. سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیز، عضویت در برنامه، چون اینا رو به ما میگن، ما بلد نیستیم، به ما میگن که بگیم، به دلیل خب خیلی چیزا که خود شما واردتر از ما هستید. بهمن جان در مورد شما سلام علیک بکنید تا من بگم در مورد بفرمایید. منم سلام دارم به خدمت بینندگان ارجمند این برنامه و هموطنان ارجمندمون هر جای جهان که هستند. امیدوارم که ایام بر وفق مرادشون باشد. بسیار ممنون دوستان عزیزی که برای ما کامنت میذارید، سپاسگزارتون هستیم. بهمن جان یک تشکری هم بکنیم از عزیزانی که حمایت کردن برنامه بله. گذشته رو و همطور برنامه های قبلی رو، و سپاسگزار میشیم از کسانی که این برنامه رو هم به همون ترتیب ادامه بدن. و به نظر من ز مبلغ کم کنیم و بر ز تعارف کم کنیم و بر مبلغ بیفزاییم که فرصت نداریم و وقتمون خیلی فشرده است. و در هفته گذشته روی همه خبرهایی که پیش اومد دوستان عزیز، مسئله سقوط هلیکوپتر بود و گمان زنی های فراوانی که در جریانش هستید و میدونید هر تلویزیونی رو چه در ایران، چه در اروپا، چه در آمریکا باز میکنید، میبینید که این بار اصلا بسید که یک اتفاقی افتاده در طول تاریخ سابقه نداشته. برای اینکه نه سابقه کندی رو شما میبینید، نه سابقه آقای خمینی رو میبینید، نه سابقه نمیدونم هیچی. ما مثلا میگفتیم برای رضا شاه چه کردن، رو توپ گذاشتن، نمیدونم ال کردن، اما هیچ وقت اینجوری نبوده. و اینجاست که میبینیم چه پولی از کیسه من و شما هزینه کردن برای تبلیغات خودشون. و متاسفانه اون تعداد طرفدارانی که دارن، به اضافه اونهایی که کنجکاون ببینن چه خبره، رفتن و تصویرهای فشرده تو همدیگر هم میگیرن به جهانیان نشون میدن که ببینید چقدر ما طرفدار داریم، در صورتی که طرفدار انقدری که اینا تبلیغ میکنن نیست. ممکنه حالا به من جان بگن که پس این تصاویر چیه؟ این تصاویر از افغان توش داشتیم، از حضورتون عرض کنم که عراقی توش داشتیم، و یه عده هم که رفتن کنجکاوی ببینن کی هست و چی هست، که حالا مراسم رو شما هم توضیح. بله به هر حال در اون زمینه حتما من یه مقدار دقیق‌تر میگم این رسانه‌ها منظور آقای خیر باشی چه رسانه‌هایی بوده. ولی من میخوام تو بخش اول برنامه این چند روزه همه به هر حال گمان زنی کردن. ببینید در این ترورها اینا آقای خیر باشی از 1963 تا حالا آقای جان اف کندی ترور شده، نخواستن که اینکه آسفالت برای کی کار میکرده فلان اینا نمیدونیم تا به امروز دقیقا اینکه توسط چه کسی کشته شده. ولی نمیدونم، من از روز اول وقتی اتفاق افتاد همون لحظه های اول حدس گمان و باور من این بود که این دوباره یک داستان هدایت شده از طرف آقای خامنه‌ای بود، نه اینکه آقای رئیسی خیلی آدم مهمی باشه. ولی واقعیت اینه که اگر این گمان زنی هایی که در یکی دو سال اخیر بوده که مجتبی رو میخوان به جانشینی آقای خامنه‌ای به حال چیز کنم، من فکر میکنم که اینجا این قابل باورتر میشه که هر رقیب احتمالی بوده. ببینین من با آقای خطباشی امروز با یه بحث خصوصی داشتیم که تا آقای خامنه‌ای زنده است نظر من این بود که خب فعلا به نظر میرسه که کنترل کشور دستشه، یه واقعیت، ما چه دوست داشته باشیم نداشته باشیم، البته با کمک سپاه. ولی اینکه اتفاقی بیفته شبانه، نظر من این بود که آقای رئیسی اگر ناغافل ایشون از بین برن، با آقای علم الهدا که به هر حال تو مذهبیون یه قدرتی داره میتونست شاخ بشه. نمیدونم، این نظر شخصیه، چون در سالهای گذشته من اعتقاد داشتم که رفسنجانی رو به هر حال
آقای خامنه ای از سر را برداشت. مقروخ جدا؟ نه بله، نه اینکه حالا ضرورتا اون میتونست جانشین ایشون بشه، ولی رفسنجانی میتونست در آدم خودش رو بذاره رهبر آینده. حالا در این یکی دست به قول آره در این کار اشتباه کرد و وقتی آقای سلیمانی کشته شد، من خیلی باور داشتم و هنوز دارم که اطلاعات دقیق پرواز و کجا بوده توسط بیت رهبری در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفت که به این شکل او از بین رفت. او به هر حال ما این ورا پا نشستیم، بسیارانی اگه شما با سوریه صحبت کنی اونو قاتل فرزندان سوریه میدونن، من تو این برنامه هم قبلا گفتم، ولی برای خودش به عنوان یه سپاهی جایگاهی داشت بیشتر از مذهبی ها. به هر حال ایشون میتونست شاخ بشه برای نفر آینده. اینو از بین بردن دیگه. بعد به قول شما از توسط آقای احمدی نژاد خانواده کندی های ایران لاریجانی ها رو از بین بردن، آقای روحانی رو بدنام کردن و این آخری هم که دیگه اصلا حالا خوب بود بد بود، یعنی هیچ رقیبی اگر شرایط کاملا به نظر من مهیاست برای اینکه ایشون اگر قصد داشته باشه که پسر خودش رو نوروسی برای این مسند بنشاند. البته من چون گمانه‌زنی خیلی زیاد بوده، بله زیاده بسیار، الان دیگه منم چیزایی روایاتی رو میتونم بگم اما بسنده میکنم. اما میپردازم به یه چیزی به من جان بینندگان عزیز و اون این است که طوری وانمود میکنن، طوری بهره برداری تبلیغاتی میکنن که همه حواسا میاد برای مثلا سقوط هلیکوپتر و از طرفی یه عده‌ای هم نادانسته از هموطنان عزیزمون که زخمی این رژیم هستن، اونها هم تحت تاثیر قرار میگیرن و شروع میکنن ذوق میکنن از اینکه یک نفر هلیکوپترش سقوط کرده. خانم عزیز، آقای عزیز، هموطن گرامی، برادر، خواهر، مادر، اینقدر اینا عمامه به سر دارن که 50 تاشون هم یه دفعه توی هلیکوپتر و هواپیما بیفتن سقوط کنن باز میذارن جاشون. چرا یه دفعه فکر میکنین همه چی عوض شد؟ اصل ماجرا حضور و وجود یک چنین رژیمی است که پدر مملکت ما رو 45 سال در آورده. حالا یکیشون سقوط کرده، این ممکنه اون کسانی که به هر حال داغدار شدن به خاطر امضاهای این آقا اون به جای خودش، اما سراسر مملکت در تمام شهرها در تمام ایالات و ولایات شروع میکنن به رقص و شادی و فلان بکنن. من نمیخوام نسخه بپیچم اما حواسمون باشه قربونتون، این که رفته جمهوری اسلامی سر جاش هست، جمهوری اسلامی تکون نخورده، اتفاقا بهره برداری میکنن مستحکمتر میشن، کما اینکه ما همیشه هر فرصتی برامون پیش اومده انقدر معطل کردیم، انقدر تو سر و کله همدیگه زدیم و انقدر نامردهایی که باید در یک چنین مواقعی بیان مردم از طریق اونها بتونن کاری رو پیش ببرن، انقدر نامرد بودن که خواستن از این آب گلالود ماهی بگیرن، اگه شده یه تیکرم جدا کنن به نفع خودشون همه چی رو به همدیگه بزنن اونها بهرش رو ببرن، خودشون هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این شده شرایط ما در کمال نامردی، به جای اینکه ملت رو حمایت کنن و بگن آقا در تمام نقاط مملکت مردم همه مثل ما میمونن، زجر میکشن، ناراحتن، گرسنگی میخورن، گرونی هست، بهداشت ندارن، همه ملت همینجور هستن، باید کمکشون کرد، میاد میگه از این موقعیت استفاده میکنیم، حالا ما سهم خودمونو میخوام بگیریم. این کمال نامردیه، اون وقت اسمش هم میذارن جوانمردی. نظر شما چیه؟ بله بله، برای مرگ آقای رئیسی رو فکر کنم اصلا جانب از بخشای نقطه نظر سیاسی میشه نگاه کرد، ولی من اینجا یه بحث دیگری که بسیار من رو نگران میکنه، این حکومت در همه کار در مدیریت یه حکومت کاملا بی‌لیاقتی بوده. شما ببینیم مواجهه با بحران این قدرت اول منطقه چقدر، آخه اون میزگردی رو حتما دیدین، آقای سلامی و چهار نفر دیگه دارن ردیابی میکنن، 16-17 ساعت نمیتونن جای هلیکوپتر پیدا کنن، دست به دامن ترک ها میشن
و من به قدری نگرانم خدای نکرده ما همیشه صحبت زلزله و داستانهای دیگه در سرزمین ما در کنار هزار بدبختی که این حکومت بر سر این سرزمین آورده، واقعا اینا در مدیریت بحران صفر که چه عرض کنم، اصلا وحشتناکه. انقدر توانایی ضعیف باشه، موتور سوارا، مردم عادی همه به اونجا میرسن، این آقایون یه فاصله 18 کیلومتری رو با تکنولوژی و با مسائلی که امروز هست این بیلیاقت ها واقعا نمیتونن. نگاهی آقایدم صلاح هست که نتونن و وقتی که میخوان طرف ها جونشون از بین بره معمولا اون موقع معطل میکنن به عناوین مختلف، ولی خب که احتمال بود که دیگه یعنی همون آقای خامنه‌ای همون سخنرانی اولش در واقع وقتی گفت کشور اداره کشوریش مشکلی پیش نمیاد قبول کرد که تلویزیون بله. گفت که اینا کشته شدن. ما در تلفن شنیدیم که گفتن آقای نمیدونم آخوند فلان امام جمعه تبریز بود کجا بود گفته که ما حالمون بده کمک برسون. بله. اینقدر نرفتن تا اون حال بده دیگه نفسش به اصطلاح نفس آخر رو بکشه، خیالشون راحت بشه، بعد بگن ما اومدیم پیدا کردیم. اینا گمان زنی هاییست که منم گفتم یه خورده دارم، ولی خب دیگه بله این مسائل به این شکل هست داره گفته میشه. بله مسائل سیاسی اصلا جان من چند تا برنامه دیگه بین هم باز جز مسائل نیک در کنار بحران هایی که ما همیشه دلنگرانیم در سرزمین ما وجود بیاد، من باورم اینه که این گسل این تو جامعه ما این دو شقه‌ای که به این شکل شده، البته باعث بانیش جمهوری اسلامی بوده. من دیروز یک کامنت نوشتم برای آقای سجادی که گفتم آقا تو آینه وایسا، از شادی مردم یه گروهی بسیار این آقایون آزرده خاطر بودن، چرا مردم شادی میکنن؟ جلوی آینه وایسی ببینیم ما چه کردیم که ملت اینطوری شادی میکنن، ما چه بلایی در این 45 سال سر مردم آوردیم، به دور از اینکه همین آقای رئیسی 3000 نفر رو 3000 مادر رو داغدار کرده، پدر رو داغدار کرده و داشته چونه میزده با آقای منتظری سری که اجازه بدون 200 نفر آخر من فعلا ترتیب کارشون رو بدیم بعد بیایم ببینیم چی کار میکنیم. و ولی جا این دو شقه شدن جامعه ما به این شکل، بعد من فکر کنم یک گسل بزرگی در آینده ایران و این برای اپوزیسیون که باید راه حلی جامعه شناسا، نمیدونم بقیه باید بشینن اونایی که صاحب نظرن، در فردای ایران خیلی برای من نگران کننده است که به این شکله. این البته این رژیم باعث شده، هیچ شکی تردیدی در این کار نیست که این رژیم جامعه رو به اینجا کشونده. یه گروهی البته اینجا اشاره کردم، من همینجا باید این دروغایی هم که ما راجع به اینترنشنال هم گاهی وقتا صحبت میکنیم همینجا اجازه بدین اشاره بکنم. حسن جان در تلویزیون های برها رسانه از شادی مردم گفته بودن، بله اینترنشنال تو برنامه تیتر اول یه آقایی از تو تلویزیون ایران یک جرسومه کسافتی به نام شهبازی که میگوید ایرانی ها برهنه ها با برهنگی رفتن به شادمانی. خب یه همچین مزخرفی، یه همچین دروغی که بله مردم شادی کردن، رقص کردن، شیرنی پخش کردن، ولی کجا لخت شدن، برهنه شدن که شادمانی خودشون از مرگ اون آخر. بعد اینجاست که اون بازی های رسانه هایی که بازی میکنن، من اینو دقیقا از یادداشت کرده بودم که بگم، تیتری که در برنامه خانم نیوشا اتفاق میفته، تیتر برنامه تیتر اول تیتر میزند که سیل عکس برهنه به اینترنشنال از شادمانی مردم در ازای آخه. ببینید اینجا اون بازی های حواستون باید باشه، رسانه هایی که اینترنشنال نمیخواد جمهوری اسلامی نباشه، اینترنشنال میخواد آقای خامنه ای نباشه، اونایی هم که اینا رسپانسر میکنن پول رو به همین هدف میدن که در اون زمینه تلاش کنن. حالا بریم سر بحث اصلی، فکر کردم اینو اشاره بکنم. بله شهبازی که شما گفتید این انقدر هرزه زاده است که بله. دهنگشاد دوربین تلویزیون و کسانی که این ورن همشون هرزن که من میخوام آدرس بدم که آدرس خونتونه که بلدی، برو اون تو تا دلت بخواد پیدا میکنی. مردی که فقط شماها ملک تلقتون نیست این نوع صحبت کردن، میشه این نوع صحبت کرد، همه بلدن صحبت کنن، اون شرف و حیثیت و آبرو و تربیت و وجدان هست که به هر حال رعایت میکنن و یک هر جایی رو شما به قول خودمون هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
اگر شما در یک تلویزیونی که به قول معروف بایستی راهنمای مردم باشی، باید زبان فارسی رو به طور فاخر شما از اون بشنوید، وقتی میبینید یک گوساله های اینجوری میان حرف میزنن، اون یکی کثیفی به نام نمیدونم آمنه فلان و بهمان زبیو سادات چه آمنه، اون آدم میاد شروع میکنه اونجا، حالا احمدی نژاد هر کی هست، هر اختلاف میشه ازش انتقاد کرد، ولی شمایی که روابطت الان دیگه پیرهنی شده سر همه نیزه ها و میدونن چی به چی هست، میای از تلویزیون 12 سال من فلان بودم بهمان بودم دوزاری، آخه این تلویزیون نشد دیگه، شما چاله میدونیزم دارین کار میکنین، همه تون از اون بالا تا اون پایینتون همین جوری با فحاشی و توهین و مقت ننه من غریبم در میاری، میگین طرف مقابل فحاشی میکنه و دروغ میگین، همه تون فحش میدین، خب طرف مقابل هم این کار، شما ببینید چه جنجالی را انداختین سر این که آمدین شعار درست کردین، ای بر ذات دروغگو لعنت که هنوز میزنین زیرش، هنوز باز کتمان میکنید، شعار درست کردین که مرگ بر ستمگر، بله نه شاه میخوان نه رهبر، یا شاه باشه یا رهبر، خب اینا هم در مقابلش اومدن گفتن مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد، این یه بدوسونی بوده که نباید میشده شده و شماها کردین، ببینید چه پیرهن عثمانی رو انداختین برای این قضیه، از خانوم فرزانه روستایی گرفته این رو به عنوان یک سند خودش رو به آب و آتیش میزنه، سینه به تنور میچسبونه تا بقیه، و دروغ میگین همتون دروغ میگین، از این ور نگاه کن عطا و اوتا دراز و کوتا، از گنجی و نمیدونم سجادی و اون یکی ناجوان مردی و اون یکی نمیدونم، هر کدومشون رو نگاه میکنی آمدن با یک سناریو همشون شروع کردن به حمله کردن، عالی پیام و نمیدونم آقای عالی پیام قربون شکل ماهت، آخه شما میای با لغت بازی میکنی با اسم بازی میکنی، خب همه میتونن این کارو بکنن، شما به یه جمعیتی میای مثلا میگی سطلی به جای سلطنتی میگی سطلی، خب ما به عنوان ناظر نشستیم اینجا و اینا رو داریم نگاه میکنیم، اون برای نگاه میکنیم، این برام نگاه میکنیم، اگر از اون طرف مثلا به شما به جای حالو که اسمتون هست بگن زالو بگن آلو خوبه، خب قافیه همه بلدن ببندن، مثلا آلی پیامو بگن قالی چاخان مثلا، من چه میدونم، خوبه؟ آقا نکنین این کارو، یه خود محترمانه رفتار کنین. حالا تا نوبت من یه اشاره هم چون شما اشاره کردین راجب تلویزیون، همینجا دلم میخواد یه اشاره بکنم و امیدوار باشم که واقعا سازمان‌های سیاسی، انجمن‌ها و بر مؤسسات که کار در این زمینه از این رسانه‌های غربی جدی سوال بکنن، اینکه رسانه‌ای مثل CNBC مال کمپانی بزرگ کانال تلویزیون NBC وابسته به اون، یا اسوشیتد پرس، یعنی یا بله تایمز آف ایندیا، 9 ساعت نه یه روز این طوری که برای این قصاب اوین و برای اون دراز بیخاصیت گذاشته بودن اینا رو، از تبریز به قم و قم به تهران و تهران به مشهد، و 3-4 روز این طول کشیده، هر روز این رسانه ها به مدت 7-8-10 ساعت، یعنی اکثرا 9-10 ساعت بود من دیدم، من مرحله اولش رو تماس گرفتم، یعنی وقتی CNBC رو زنگ زده باز کردم دیدم تلویزیون CNBC نه این برنامه رو زنده پخش نمی کنه، خب عقلم حکم نمی کنه 9 ساعت رو تو آمریکا برای رئیس جمهور آمریکا هم چه، ولی وقتی زنگ زدم حداقل اون مرحله اول رو تونستم جواب بگیرم، اینا گفتن که حسن جان این کانال یوتیوبی ماست که یا کانال یوتیوبی رو در اختیار مرگ این قصاب اوین قرار دادن، گفتم اون دراز بیخاصیت، نه یه روز دو روز 4 روز هر جا 8-9 ساعت تو تبریز بود، قم بود، تهران بود، مشهد بود، همین کار رو امروز من دیدم اسوشیتد پرس 10 ساعت این داستان مشهد رو چیز کرده، و البته شما یه اشاره دیروز کردیم که به نظر من قابل تأمل، این که این برنامه هم درست شده بود نمیم در مصلای تهران یا هر جا
که یه ذره برای جمهوری اسلامی که تو مدیریت زیر صفر غیر قابل باور بود که نه اینکه الان چیزی بود، ولی حالا این کشورهایی که هر کدوم به جز دو سه کشور که مثلا در حد نخست وزیر و اینا اکثرا رئیس پارلمان و اینا بود، حالا کاری با اونش نداریم، اینا رو مثل مسابقات المپیک تیم اومد رژه بره موسیقی به نوازن همه اینا، حسن جان گفت که فکر میکنم این برنامه امکان نداره اینا در 48 ساعت بتونن همچین کاری رو مدیریت کرده باشن، و منم باورم اینه که حدسیشون درسته، این برنامه مدیریت شده بود، برنامه‌ریزی شد برای آقای خامنه‌ای، چون دو سه بار گفتن که کار ایشون تموم امروز فردا فلان، ولی حالا ایشون که مرده گفتن دست به نقد فعلا اینو مصرف کنیم، برای خامنه‌ای هم فکر میکنیم فردا، ولی به دور از اینها واقعا این رسانه ها باید مورد، من کمتر کسی ندید، یعنی این اشاره‌ای که ما کردیم من در جایی ندیدم که دوستانی اشاره بکنن، این رسانه های آمریکایی خب میدونید چه تبلیغاتیه، چه لابی بزرگیه، من یک روزش دیدم مال سی ام بی سی، اونم تازه مال دو روز قبل، امروز برین ده 9 ساعت برنامه رو حسن جان 850 هزار نفر دیده بودن، 100 درصد الان 1 میلیون نفر، یعنی یه ویو اصلا حیرت آور، خب به هر حال آمریکا 307 میلیون جمعیت، به علاوه این برنامه در سطح جهان این رسانه ها برد دارن، من تو کشورهای اسکاندیناوی میرفتم اونجا بچه‌ها شب آقای جیلنو رو کانال 4 باز میکردن، در نتیجه میشناسن اینا رو، 1 میلیون در سطح جهانی، ولی ببینین جمهوری اسلامی چه لابی میکنه در این کارا، چه برنامه‌ریزی میکنه و چه پولی هزینه میکنه، من باور ندارم که این رسانه ها حسن جان فقط با یوتیوب چنل یه توافقی برسم بگم ما اینو پخش میکنیم، مثلا خوب البته این بیننده 1 میلیون بسیار بالاست، با 10 ساعت میشه 100 میلیون ساعت ویو، ولی جدا از اونها من معتقدم جمهوری اسلامی پولای گنده خرج کرده برای این لابی، ولی از آماده بوده، به قول حسن آماده بوده برای این کار، آخه 48 ساعت نمیشه این قرارداد رو با این سرعت بست، یا اینکه لابی که اپوزیسیون باید در این موقع دقیق تر باشه، ببینین چه لابی درست کردن که داخل آمریکا با به این سرعت رفتن سراغ سی ام بی سی، سراغ این کار اون و این قرارداد رو بستن و هیچ که اشاره نکرد متاسفانه به اینا، من تا این لحظه ندیدم، امیدوارم این سوال بشه یک داستان، آخه یک آدم یک قاتل آدمکش که غربی هم حتی از آقای تو مجلس هم دوتایی با هم دیدیم که آقای سناتور تد کروز جمهوری خواه از آقای بلینکن این سواله که از شما که تسلیت گفتید آخه این یا دیگه قاتل شناخته شده است، این در مقام قاضی آقای بلینکن گفت بله ما میدونستیم و ولی مثلا در یه چارچوب این کاری کردیم، ولی واقعیت اینه که دولت بایدن و داره با اینا اجازه ظاهرا حتی استخراج نفت رو از 1.5 میلیون بشکه به 2 میلیون رسونده، چون آقای تد کروز به آقای بلینکن گفت میدونی چقدر نفت الان میفروشی ایران، بلینکن بازی کرد، بعدا گفت بازی نکن من به تو دقیق میگم، اگر غیر اینه تصدیه بکن منو، گفت ایران 2 میلیون، آقای بلینکن مخالفت نکرد، بله بله. خب 2 میلیون بشکه که معلومه آقای بایدن تمام شرایط رو فراهم کرده که با جمهوری اسلامی به یه توافقایی برسه، یه برجام، اینا همه اینا هم برای رأی در ماه نوامبر، هیچ شکی نداره. سوال برای ماها سوال بود که وقتی اینا میدونن این پولا کجا میره، به چه دلیل این پولا رو در اختیار اینا میذارن؟ دیدیم امروز همین در مجلس نمایندگان همین سوال مطرح شد، و با علم به این که اینا کجا میره این پولا رو هزینه میکنن، به قول طرف یه دفعه وقتی که اسرائیل رفت نیروگاه اتمی چیز فرانسه رفت نیروگاه اتمی رو ساخت در بغداد، اسرائیل رفت زد موقعی که اینو زدن داشتن می ساختن، و خلاصه در زمان جنگ اگه یادتون باشه اسرائیل رفت اون نیروگاه فرانسوی رو زد، بعدش که گذشت و فرانسوی ها و اسرائیلی ها در یه جلسه بودن، زعمای قوم سوال میکنن که آقای فرانسه چرا این کار کردی؟ میگه ما میدونستیم شما اینجا رو میزنین، خب بالاخره ما هم بایستی امرار معاش بکنیم. این مسائل توی به اصطلاح سیاست مدارا مطرح هست و خیلی مواقع هم شده، من اگه یادتون باشه با هم صحبت میکردیم در 40 سال پیش ممکنه یک نفر یه جمله‌ای گفته باشه، اتفاقا شما اشاره کردی تو دو سه برنامه پیش، یه جمله‌ای گفته باشه که اون روز لازم بوده اون جمله رو بگی، حالا حضرات اگر بخوان دشمنی کنن امروز اون جمله رو ور میدارن و به عنوان یه سند و مدرک میذارن وسط و میخوان نتیجه گیری بکنن.
اون وقت اینجا نشون داده میشه چقدر واقعا ما مبتدی نیستیم. اون بحثی که من دارم میگم مبتدی هستیم، اینجا مشخص میشه چقدر نیستیم. به هر حال مشکلات زیاده و بینندگان عزیز، چیزی که از همه مهمتره دقت و تشخیص خودتونه. هیچ کجا، اینو برای هزارمین بار، جاهای دیگه هم حتما شنیدی، هیچ کس دلش به حال مردم ایران نسوخته. الان آقای پوتین ناراحته که چرا آقای امیر عبداللهیان در اون مذاکرات عمان که قرار بوده ایشون بره مثلا مخالفت کنه، به هم بزنه که آمریکا پاش به اینور باز نشه، اینا این کارو نکردن و اینا دارن علاقه نشون میدن به این که برن جلو که این برجامو به امضا برسونن. حالا دلیلش هم ایشون براتون میگه. خب ناراحت شده، یعنی واقعا دلشون میخواد که یک ایران ذلیل بدبخت بیچاره باشه اونجا که به عنوان رقیب نفت و گاز نتونه قد علم بکنه، آقای پوتین بتونه کار خودشو بکنه. ایران هم الان شرایطی ایجاد شده، آقای نمیدونم خلیفه مفسدین چنان نزدیک شده به اونها که اگر نفتی بخوان به جایی بفروشن باید اونا اطلاع داشته باشن، اونا موافقت بکنن، قیمت گذاری رو اونا موافقت بکنن، بعد ما خودشون ارزون تر از ایران بفروشن. اینا هم هست، حواستون باید جمع باشه. به من و این و اون و اون هم گوش ندید، بشنوید، منتها اینا رو بذارین کنار هم دیگه، اون واقعیت رو از توش پیدا، اینقدر هوش دارین که اون واقعیت رو پیدا کنین. الان هم سابسکرایب بکنید که ما یه نفسی تازه کنیم. یه بر یه خبر در حاشیه بگیم، البته میتونه خبر مهم باشه. حسن جان چهار روزه میدونین آقای رادان گمه. بله. شایعه ترورش هم تمام اینترنت و اینا مطرح شده در تمام این برنامه ها. خب به هر رادان آخه برای خودش یه شغلی داره، رئیسی چیه تهران، انتظامی تهران چیه، رئیس نیروی انتظامی و برای آدم قسی و قلب و اینا، خیلی اونم یه آدم کش دیگه. سه روز شد تو هیچ مجلسی نبوده و حالا اینو گفتیم، شما گفتیم وسط برنامه رسیدیم، اجازه بدیم وسط همین چون یه طنز خیلی کوتاهی جدی تعریف کنم. این آقا خادم الرضا بوده، این آقای بله بله اینا دیروز یک ایرانی ها یه برنامه دارن المپیک، تو ما دیگه هست و پارا المپیک و سهمیه باید بگیرم، میدونیم برای المپیک. یه ورزشکار ایران که حالا یه مشکل نابینایی داشته و اونجا مدال طلا میگیره و در چین مخصص سهمیه بگیرین، دیروز ما شنیده خبر یا نه؟ نه برحال برای پارا المپیک میره، نقص بدنی داره، سهمیه میگیره، طلا میگیره، نمیدونم چه موضوعی میشه که اونجا یهو گندش در میاد که آقا بینایی داره. عجب. سرپرست کاروان اینا میاد به چینی ها و مسئول المپیک میگه آقا ما دیشب به خدا به پیغمبر از امام رضا کمک خواسته بودیم و این شفاعت میده، ایشون بینا شده، برها کار میکنه، این بارها این کار کرده، چینی ها زیر بار نمیرن. عجب بابا، عجب داستان، میخواستن غالب کنن که ایشون نابینا بوده اومده اینجا، ولی بله این هم از طرزای جمهوری اسلامی اون گودال تاریخ زندگی میکنن و بدبختیش گرگون مردم ایران گرفته. ولی دوستان در مورد چینی ها مثلا مسئله میدونی این روزا قبول نمی کنن، در مورد جوک و لطیفه و اینا صحبت شد، اینم بگیم. و البته نمیخوام در مرگ کسی شادی بکنیم، ولی این که مردم ما عکس العمل نشون دادن و طبیعتا هر چی قدم بهشون بگی کار خودشونو میکنن، اونا برای اینکه انقدر تحت فشار بودن اینجوری خودشونو خالی میکنن. یک دونه خرس و پشت پنجره یکی از خونه های نزدیک اونجا و عکسشو گرفتن که داره به صابخونه در میزنه، به صابخونه میگه نخ دندون دارین، من عمامه لای دندونم گیر کرده، میخوام تمیزش کنم. یعنی ببینید، این رو من گفتم که بعدش بخوام اشاره بکنم به این ماجرا. زعمای قوم جمهوری اسلامی، حکمرانان خلفای فاسدین، حواستون باشه تنها رئیسی یک نمونه بود، یک آینه بود که زندگی شما رو نشون بده. شما همتون همین عاقبت رو خواهیم داشت. آیا میخواهید؟ آیا خانم مادر آقای رئیسی تو که گریه میکنی
به گریه اون مادرای داغدار توجه کرده بودی؟ به فرزندت بگی نکن، بگی آقا استعفا بده از اون شغل، درسته ممکن بود یکی دیگه بکنه، کردی این کارو؟ الان اشک میریزی. همه شماها خانواده هاتون همین بدبختی رو خواهند کشید. الان جمیل خانوم بانوی اول چه کار خواهد کرد؟ اون مردک بشکه نجاست، اون علم الهدا که وای میسه جلوی دوربین اشک میریزه به خاطر منافعی که الان به خطر میفته و الان هم اختلاف پیدا کردن و گرفتاری پیش میاد در آینده براشون، چون زدن به تیپ و تار هم، اینا ظلم میکنن، فکر کنن که عاقبتش چه خواهد شد. تمامتون حالا به قول بهمن ممکنه آقای رادان رو ترور کرده باشن، هیچ بعید نیست ملت ایران تا یک جایی میتونه تحمل کنه، صبر و شکیباییش تا یه جایی هست، اونجایی که دیگه این حجب و حیا رو کنار بگذاره اون وقت دیگه وای به روزتون. تاریخ اینو بارها نشون داده، چنگیز ها اومدن، تیمور ها اومدن، اسکندر اومده، اما ایرانی ها پس گرفتن. آقای خیلی باشه ایجاز بودنی همینجا اولی قبل از این موضوع قبل بگرد چیمی سوال آخری هم در این موضوع از شما داشته باشم. برحال یه سری آدم ها معلوم بود، مثل آقای داریوش ارجمند، مثل نمیدونم آقای مهاجرانی، مثل اینا زیادن، آتمی کیا اینا تسلیت بگن. یه سری آدم ها که این برای آب ها به خصوص بدن، خب ظاهرن در طول سال ها نماینده مثلا یه زمانی خانم مجلس بودن، خانم حقیقت جو با چادر چارقد وارد اینجا شدن، الان روسری برداشتن و البته یه چیزای شغلای شالاتانیزم دروغی هم دارن. من همیشه میگم دانشگاه هاروارد اگه ایشون اونجا محقق باشه برجاشت در اونجا رو باید گل بگیرن، هاروارد نمیشد. ایشون تسلیت میگه، آقای امیر احمدی تسلیت میگه، نظرشو چون اینم احساس کردم یعنی یه سرصدایی ایجاد کرده این نگاه اینها به این مسئله و حداقل شاید سکوتشون جایزتر بود تا اینکه داغ هزاران ایرانی رو بخوان. حالا بگیم به سری آدم ها همه نمیخوان شادی کنن، همه دوست دارن یه ذره متعادل تر باشن، ولی اینکه به اینا تسلیت بلند بالا بنویسی، نظرتون رو گفتم با بینندگان در میون بگذاریم. مسئله اینجاست که اینا از روز اول قربونت هم بند نافشون رو قطع نکردن. خب طبیعتا وقتی خارج از ایران میان زندگی میکنن مورد طعن و نفرینن، تظاهر اینجا تظاهر میکنن، نه اونجا تظاهر بکنن به دینداری، اینجا تظاهر میکنن به مخالفت. یک چنین جاهایی که میشه اون وقت خودشون نشون میدن. این مسئله دوم خروسه. آقای امیر احمدی سالهای سال درسته که میاد اونجا هیجان را میندازه، هی با دستش اینجوری میکنه و جیغ میزنه، اصلا دستش نمیذاره شما صورتشو ببینی، جیغ میزنه. این آدم از روز اول در اون مملکت میخواسته رئیس جمهور بشه، هنوزم آرزو داره اونجا رئیس جمهور بشه، هی هم میگه من سیاست مدارم و من میخوام این کار بکنم و من میخوام اون کار، شما نمیدونید و من میدونم و میاد تسلیتشم میگه، میره تو تلویزیون اونا هم مصاحبه میکنه، اونجا که میرسه خود فیتیله رو میکشه بالاتر، حرفایی میزنه که اونا خوششون بیاد، اینجا که میرسه مجبور از یه واژه های استفاده کنه که شک و کمتر کنه، ولی مردم ایران میفهمن، مردم ایران الان با یک حرکت، با یک جمله متوجه. مثلا یک کسی میاد برنامه درست میکنه، میزنه، جیغ میکشه، هوار میکشه، مخالفت میکنه، میبینی در یک جا الان صحبت کرد دیگه، یک تلویزیونی با همه عظمتش یه دفعه میبینی یه راههایی رو میره که از اونجا شما میفهمین این به کجا وصله، چند مرده حلاجه، بله. دلش برای مردم میسوزه یا نمیسوزه از این حرفا. و بعد عرض کردم خدمتون در کمال نامردی در یک چنین فضایی که مردم دارن زجر میکشن، اینها دنبال زد و بندهای خودشونن و لعنت ابدی بر شما. لرزمی که گرفتی جوابی تو بله، یا بله. نه بله نه درستی، به چند تا هنرمندم که من نمیدونم به هنرمنده ازشون سوال بکنی، گاهی وقتا میگن قدیما گفتن ما برای همه میخونیم، بله. ما فرقی نمیکنه منو چپ دعوت کنه راست دعوت کنه، ولی خب میتونستن کنار وایسن. این که بله حتما رژیم از اینا دعوت کرده، دو خواننده ای که این ورابه هم زیاد میان
و همیشه برنامه‌های سولدات داشتن. امیدوارم مردم حداقل در تصمیم‌گیری‌هاشون دقیق‌تر باشن. من خودم آقای سالار عقیلی رو با یک دو تا ترانه موندنی بسیار دوست داشتم، ولی حداقل انتظار نداشتم ایشون ترانه‌ای به نام رهایی بخونه، کلیپ درست کنه که آقا با عکسای آقای رئیسی تو رفتی چی شد و چه شد. اصلا باور نکردنی بود برای من. یا آقای محمد معتمدی و که آهنگ به نام غم پنهان بخون، اینا در یوتیوب هست، کلیپ ساختم برای اینا و نمیدونم اینم به هر حال غم انگیزه. کاش آرتیستا حداقل این کنار وامیستادن به این شکل. خب دیدن که اونایی که مثل آقای مردم نگاهشون به ارجمندها و حاتمی کیاها چیه، ولی بعد اینا باز میان برای این آدم، برای یه قاتل. آخه اصلا یه قاتل مرتی، قاتل به خدا. اگر آدم داستان زندگی اتفاقاتی که در هیتلر میبینه میبینه به این شکل نبوده، مردک چونه میزنه بره. آخر شب نوارهای آقای منتظری هست که میتونین تو یوتیوب هم گوش بکنین، که میگوید خاطراتش هم نوشته شده. این مردک قاتل چونه میزده بره 200 آخر کارو تموم کنه، میگه در تاریخ از شما به عنوان قاتل یاد میکنه. بله که آقای چیز میگه. و بعد دو خواننده‌ای که به هر حال خودشون یه جایی داشتن، من از سجاد گفتم بودم تو موسیقی سنتی صدها نفر میخونن، ولی 3-4 نفرن که الان مطمئن. بله دیگه، بله آقای شجریان که رفتن، آقای ناظری موندن و نسل جوانتر آقای قربانی، آقای همایون شجریان و این دوتا یه ذره چهره شناخته شده تری دارن. این ور آبها میان، تور جهانی میرن. آخه چه کاریه شما؟ نمیدونم مردم به هر حال باید، مردم این ور آبها به نظر من وقتی اینا دوباره برای کنسرت میان یه مقدار دقیق تر حداقل اونا در انتخابشون بشه. بهمن جان من عذر میخوام، از اونا دفاع میکنم، اونا تقصیر ندارن، تقصیر من و شماست، من و شما نوعی هست. بهمن جان مسئله این است که وقتی بی تفاوت هر اتفاقی میفته، هر کسی هر کاری میکنه، ما اصلا کاری نداریم با کی طرفیم، میریم هر کالایی رو عرضه میکنه پول میدیم میخریم، این تقصیر ماست، ما متقاضی هستیم، اونا عرضه میکنن، عرضه و تقاضاست. نمیگیم آقا این جنسی که به ما داره میفروشه چجوریه، آدمش کیه، این پول کجا مصرف میشه، به نفع کی مصرف میشه، این کارا یا تنبیه نمیکنیم. ما نمیام بایکوت کنیم بگیم که آقا فلان کسک این کارو غیر مردمی انجام داد، باید بایکوت بشه که هم خودش هم دیگران بفهمن که یک ملت با غیرتی دارن عکس العمل نشون میدن و ما نمیتونیم هر کاری بکنیم. ما آزاد نیستیم هر کاری بکنیم، ولی اونجایی که ما میبینیم اصلا بعضیا عین خیالشون نیست بلیط $200 باشه، $300 باشه، هر چی میخواد باشه، میخرن و میرن. آقا اینقدر غم و غصه شنیدیم دیگه، حالا یه دقیقه بریم اونجا یه فضایی تازه کنیم، یه نمیدونم دوستامون رو میبینیم فلان میکنیم و این میشه درست. یک ذره گذشت ما نمیخوام داشته باشیم. تقصیر ماست بهمن جان، تقصیر ماست. حالا ولی اگر... وسط اگه چون از هنر اشاره کردیم، هنرمندی مثل آقای رسولوف که دیروز هم در واقع برنامه رو که شما میبینید دیروز فیلمش در کان نمایش داده شده، بلند میشه سرزمینش رو ترک میکنه. چرا؟ برای اینکه حکومت بزرگترین قدرت منطقه تحمل شنیدن قصه گویی یک فیلمساز رو نداره. واقعیت همین، غیر این نیست که شما خودتون از دست خانواده هنری رسولوف یا چه میخواسته بکنه، یه فیلم میخواسته بسازه که ساخته و اجازه فیلم ساختن بهش نمیدن، اجازه نمایش نمیدن، بلند میشه پای پیاده را میفته با تمام اون خطراتش. اینا شکر که امروز خارج از کشور سالمه، ولی این حکومت قدر قدرت یه آرتیستی مثل اونا میره ترانه میخونه. ولی این ایشون میگه که من فکر کردم یه جایی باید سرزمینم مفید باشم، یه جایی این قصه های جنایت آخه باید بگم اینو. خب اینا فرق بین دوتا آرتیسته که یکی کنار مردم بودنش میهنش رو انتخاب میکنه، ولی دیگران به هر دلیلی به قول آقای خد باشه، حالا نمیدونیم با هم صحبت میکردیم، پول میدن، شرایط کنسرت برایشون فراهم میکنن، هزار حتما یه چیزایی میدن، در این شکی نیست که. ولی حیف اون مردم کارگردان های مردم ستیز به قول مردم، دقیقا اونهایی که برای این فیلمشون که الان بودجه گرفتن هیچی، پول فیلم بعدیشون هم آماده است بگیرن. خب طبیعی است
اینا برای مردم نیستن. یه زمانی ما وقتی که میخواستیم شروع بکنیم بهمون میگفتن اول باید انسان باشی بعد تصمیم بگیری وارد این حرفه بشی، اول باید با خودت حل کنی ماجرا رو که باید تعهد اخلاقی به مردمت داشته باشی بعد این کار ادامه بدی. امروز ما ببینیم تعهد اخلاقی اینا یعنی چه اصلا؟ دارن میرن برای خودشون میلیاردی پول میگیرن، آگهی بازی میکنن یه میلیارد میگیرن، نمیدونم اون ور میرن این ور میرن، بودجه همینطوری براشون قطاره. خب ما تماشا میکنیم، هیچ ناراحت هم نیستیم از اینکه این راهو انتخاب کردیم، ولی باز هم یه سوال پیش میاد. به قول شما چه میکنیم ما؟ مگه ما چه کردیم که باید از سرزمین خودمون دور باشیم؟ نمیدونم از پدر مادر وقتی که فوت میکنن دور باشیم، نتونیم اونا رو بریم خداحافظی کنیم، نتونیم در مراسمشون باشیم، زجر بکشیم به کوری چشم اونهایی که فکر میکنن ما الان داریم نمیدونم ویسکی رو ریختیم کنار اقیانوس آرام نشستیم داریم لذت میبریم، داریم کار میکنیم، یک دلار رو ما از زیر پای فیل در میاریم. اون آقای گنجی ها هستن، اکبر گنجی ها هستن که میان به اون ترتیبی که به هر حال یه سری مظلوم نمایی های شد و کارنامه براشون درست کردن آمدن، هنوز نیومده 500 هزار دلار خونه زندگی میخورن و میخوابن و شدن مأمور جمهوری اسلامی، هر از چنگایی که بهشون میگن که آقا الان موقعشه شروع میکنن یه مطلب مینویسن. ما اونجوری نبودیم، ما زندگیمون طور دیگری بود، ما سعی کردیم به تعهد اخلاقیمون پابند باشیم. حالا نمیخوام راجب خودمون تحقیل بکنم، بالاخره حرف پیش میاد. آینده سر یک اشاره فقط 5 ثانیه بکنم به سناریوی آقای رسولوف هستن جا که خیلی من با شما تعریف کردم آدم رو به فکر بادار بکنه. بی‌بی‌سی ازش میپرسه میگه که تو زندان بودم و یکی از اون زندانبانا کسایی که تو زندان کار میکنن ایدر از اون میگیره. یه روزی میاد به این میگه که آقا اگه امروز فردا شنیدی که بیرون از زندان اوین خودم رو دار زدم تعجب نکن. که ظاهرا آقای رسولوف میپرسه آقا برای چی و اینا، بعد معلوم میشه که ببینید جمهوری اسلامی به چه اصلا وحشتناک، دیکتاتورها همیشه آین سرنوشتشون همینه. میگه فشاری که از سر کار میره خونه، زن و بچه باید بگن خسته نباشی، خب بالاخره یه لقمه نانی حالا به قول آقای رسولوف، نه شکنجه‌گر بوده نه چیزی بوده، کارمند اون زندان بوده، ولی وقتی میره خونه با حمله و نمیدونم توهین همسر و فرزندانش روبرو میشه که فشار روحی داشته، مرد از پا مینداخته که میگه خودمو که ایشون ایده رو از اونجا میگیره. ولی بگذاریم، به هر حال اینم داستان ایشون. من چند تا اشاره غیر از این ماجرا بفرمایید، شما چند تا اشاره بکنید، آخرش هم من فقط یه موضوع که خواهش من اینا رو میگم شما هم اگر صحبتی در این موارد داری کمک من بکن. کسانی که من اینجا میخوام باهاشون صحبت کنم، یکی علی جوانمردیه، یکی سجادیه، یکی آقای عالی پیامه، یکی شرم‌آوره، یکی حضورتون عرض کنم که همین آقای دکتر امیر احمدیه که اینا رو گفتیم، آقای عالی پیام هم اشاره کردم. چی میشه که شما همتون با هم ظاهر قضیه هر کدومتون یه طیف فکری هستین، چی میشه که همتون با هم دیگه تصمیم میگیرین به جای اینی که دشمن اصلی رو مورد اتهام و نمیدونم اتهامم نه، من مخالف تهمت و افترا هستم، نه مبارزه، به جای اینکه با دشمن اصلی در بیفتین آمدین یه طرف دیگه و نهایت ناجوانمردی رو به خرج میدی آقای جوانمردی، که من برای شما به هر حال چیزی از خودم نمیگم، انواع و اقسام سند و مدرکی که شما اون آقای توانای محمدی رو معرفی کردی به آقای زم، به روح الله زم، و از طریق شما اینها آشنا شدن و زم رو کشوندین و بردید و تحویل دادید و اون داستان بمب ساز 500 هزار دلار بگیر و اون
زن بدبخت مسخره کرده بود، این گفته بود من موشک میسازم و بم میسازم و گفته بود تو یه دونه رو منفجر کن من 500 هزار دلار میدم. این رو در دادگاه آوردن در مورد زن، گفت که باعث اعدام زن شد. اینا همه از ما نمیگیم آقای جوانمردی که میگن زلفعلی و عینعلی، شما هم جوانمردی در همون حده. و اون وقت حالا اومدی انتقاد کن، کسی بهت نمیگه چرا حرف میزنی، چرا بیشرمی میکنی، چرا به زندگی خصوصی و خانوادگی حرف میزنی، کسی در مورد بچگی شما حرف زده؟ حرف زده کسی؟ نه، هیچ کس حرف نمیزنه. خجالت بکشین. شما در برابر دوربین های فارسی میان خودتون رو وطن دوست و ایران دوست و اینا معرفی میکنید، میرید مصاحبه میکنید در رادیوهای کردی به عنوان تجزیه طلب فعالیت میکنید، دست فردارید. اون سجادی دهنگشادی که کثافت از دهنش میریزه، که مرتب از صبح تا شب از این استودیو به اون استودیو، از این رسانه به اون، را خاک بر سر این رسانه ها کنم، واقعا خاک بر سرشون، که دلشون خوشه این مرتیکه رو بیارن تعداد بیننده شون بره بالا، خاک بر سرتون کنم دیگه. راحت بهتون بگم این مردی که میاد باهاتون هم شرط میکنه، آدرس پیپل و نمیدونم حساب بانکی خودش هم میزنه تو تلویزیون شما که اگه میخوان کمک کنن به او کمک کنن، یعنی ازتون باجم میگیره. اعلان کرده رفته تهران، گزارش شایم نایدم این کجا روزنامه نگاری که هیچی ازش، به هر حال رفته گزارش ایشون. آقای اکبر گنجی، شما پونس تو صورت تو پیشونی دخترها میکردی، شما اسید تو صورت دخترها میپاشیدی، اینا تصاویرش هست، سند و مدرکش هست. چی میشه که یک دفعه همه تون با هم تصمیم میگیرید که حمله کننده باشین؟ همه تون هم با هم مدعی هستین که طرف مقابل فحش میده، طرف مقابل توهین میکنه، طرف مقابل الت. نه، شماها هستین، باور کنید شماها هستید. اون یکی فخرآور اومده میگه به نتانیاهو گفتم که قرار ایران رو بکوبن. آخه کی هستین شما؟ بعد کدوم میده هستین اینجوری حرف میزنین شما؟ یه شارلاتان به تمام معنی دیگه، حیا رو خوردین، آبرو رو قه کردین. بابا بس کنین. درسته که این تلفن ها دوربین داره، میکروفون داره، ولی دیگه هر غلطی رو که آدم نباید بکنه که. آقای عالی پیام، شما در ایران که بودین منتقد جمهوری اسلامی بودی برادر، چی شد؟ چی شد وقتی کارنامه‌تون تکمیل شد، رفتید زندان، آمدید؟ حالا من کاری ندارم به سابقه نمیدونم سردار بودن و سپاهی بودن، اونو کار ندارم، هر کسی میتونه تغییر بکنه، هر کسی میتونه نمیدونم فکرشو عوض بکنه. چی شد که شما از اونجا آمدی بیرون که مسئول باشی؟ ما گفتیم یک کسی داره میاد که میتونه به هر حال از داخل مملکت میاد، به درد داخل مملکت بیشتر آشناست، میتونه اینا رو خارج با خیال راحت مطرح بکنه و افشاگری بکنه، آمدی یه دفعه جهت عوض کردی، یه جوری دیگه شدی. چی شدی؟ به هر حال ما نشستیم اینجا، یا بالاخره شما شانس میاریم ما هم در یه هلیکوپتری سرنگون میشیم، نمیدونم، یا اینی که ما تصمیم گرفتیم برای آینده نسل‌های ایران، اون چیزی که از دستمون برمیاد ولو یک قدم کوچیک باشه، بنده و ایشون استراحت و نمیدونم آرامش و از جیبمون هم داریم پول میدیم، این برنامه رو میسازیم که یک قدم حتی کوچیک باشه برداریم برای نسل‌های آینده، که سرند بکنیم این نخاله ها رو از توش تا اونجایی که میتونیم. هر کدومتون باشی، از خود شاهزاده رضا پهلوی هم اگر که ببینیم اونطور که باید باشه نیست، ما انتقاد خواهیم کرد. بی خودی هم نگین حزب اللهی و شاه اللهی و نمیدونم از این حرفا، بی خود نگین. نه، ما واقعیت رو میبینیم. تا امروز واقعیت این بوده، تنها کسی که میشه بهش اقتدا کرد این آدمه، و بهترشو بیارید، بهترشو عرضه بکنید، نشون بدید. ما با کمال میل همراهتون خواهیم بود، با کمال میل حمایت هم خواهیم کرد. بهمن جان، بله، بسیار درست. تمام این افراد در این شکی نیست که
نمیدونم واقعا همه ادعا دارن که سرزمینشون رو دوست دارن، ولی متاسفانه خب یه سری که ارسالی جمهوری اسلامی بودن سالها قبل، وقتی این آقایان فخرآور اینا اومدن، من یادم برنامه رادیویی داشتم اون موقع در رادیویی که علیرضا خان میبودی بنیانگذاری کرده بود، اون برنامه را شروع کرده بود یاران، و اون موقع که این آقا اومد، اون آدمی که رفت اینو از نمیدونم دبی یا اینا آورد. بگذاریم اون موقع ما اینو گفتیم. من یه دو سه دقیقه فرصت دارم یه موضوعی رو خیلی کوتاه قرار بدم، نمیدونم آقای خیاط باشی هم یا قصه اشاره داشته نه، ولی من خواهم اشاره کنم. من همیشه راجع به حسن جان، راجع به این چاپلوسی پاچه‌خواری تو فرهنگ خودمون اشاره میکنیم، و این چند روزه شما دیدین آقای ظریف، مردی که از دانشگاه مثلا کالورادو دکترا گرفته، یا اون آقای صالحی از استنفورد، آقای عراقچی فلان، ولی حالا اینا پاچه‌خواری میکنن برای یک چیزی هم گیرشون میاد، بالاخره وزیر خارجه بوده، امکانات قدرت بوده، مالی بوده، این بوده اون بوده، ولی این به نظر من تو فرهنگ ما حسن جان نمیدونم چیه. من یه برنامه رو یه دوستی فرستاد و اصلا دلم نمیخواد با این آقا رو میشناسم، که در برنامه در تلویزیون محور مقاومت به قول آقای دوشوکی عزیز، این آقای همایون پیرمرد رو تو از بستر مرگ و بیماری و خودش میگه 40 پوند کم کردم اینا میکشه بیرون، واقعا آدم غصه دار برای ایران میشه. این آقا نه من ایشونو میشناسم نه در زندگی ایشون دیدم. شما یه موقعی اظهار نظر میکنی راجع به فعال سیاسی که آقا طرف شاپور بختیاره مثلا یه اسم، نه شما رو من میشناسم نه شما منو میشناسی، و شما میای اینجا کاسلیس انگار اصلا برای چی؟ برای اینکه 40 دقیقه بذارن شما مثلا اونجا چی بگی که اصلا که دیگه نه. اینو من خواستم اشاره بکنم به یه دلیل حسن جان، من نمیدونستم اصلا ایشون نمیشستم، یکی گفت این معلمه بله. و در همین خراسان علم الهدا مالا احتمالا که اون خطرناکتر اگه معلم دبستان بوده، به همین دلیل گفتم که نام معلم رو نباید، معلم دبستان که امروز میگن بچه ها در 3-4 سالگی همه چی اینجا دیگه اگه بگین نهادینه میشه، یعنی بدترین اثر رو در تربیت بچه ها میشه همون در دبستان اتفاق میفته. معلمی که باید شاگرد چیز، خب این معلم با این فرهنگ خدا میدونه چه شاگردای اونجا این تربیت کرده، مردی که اونور دنیا تو کانادا افتاده بیماره و اصلا خدا شفاش بده، کسی بسط ما نمیشناسم که برای او آرزوی بد بکنم، و ولی میگم نه من چون معلم بود گفتم اینه باید آدم اینجاست که این نمیدونم هم ناراحت میشه هم دلنگران میشه. میدونین من چرا اشاره نکردم؟ اینا معلم سرزمین ما. میدونین چرا من اشاره نکردم؟ برای که هفته پیش من یه پیشنهاداتی دادم به بله. صاحب اون تلویزیون و گفتم که این هفته هیچی نمیگم، برای که این برنامه رفتم. این برنامه بعد از برنامه ما ضبط شد، قبل از بود یا بالاخره همزمان بود، نشنیده بودن حتما حرفای ما رو. حالا اگر در آینده باز دوباره خواستن یه خورده مثلا وارد این ماجراها بشن، حرف بسیار زیاده، اما پایان بخش آخه نه سر پیازه نه تای پیازه بر... اگر حسن قید بشی 50 سال قبل دو سال ببخشی من بوده 3 سال کار کرده، خب پس این چه هنری داشته که 50 سال از اون 3 سال داره میخوره؟ همه این چیز بوده دیگه، 50 سال داره میخوره، خیلی هم شیکو بکشه. دست شما در نداره برم اینجا نشسته حسن خیاط باشی، نیازی هم نداره که کاسه توالت بلیسه مثل شما. آخه این که چی؟ برمان جان حسن خیاط باشی تو 3 تا کتاب تئاتر اسمش اومده. حالا اینا برن هر کاری میخوان بکنن، نمیدونم هر چی میخوان بگن، اب نداره، از من نشنیده بگی معذرت. نه من فقط خاطر که معلم بودن باید بگفتم، بی خودی اینو مطرح کردم اصلا. ولی آخرین مطلبی رو که میخوام بگم در این برنامه به همه گفتیم، آقای جواد ظریف هم یه خورده حواسشون باشه، فکر نکنن اونجا در ایران کسی کارشون نخواهد داشت، هرچی بخوان میگن. بالاخره به عنوان یک کسی که ما میگفتیم در تمام این جماعت یک دونه جواد ظریف هست که میتونه، حالا مخالف هستیم، میتونه بله. گیلیمو از آب بکشه بیرون، اونم خراب کردی بیچاره بدبخت. واقعا بدبختین شماها، برای مالکشی واقعا بهتون درست گفتن.
خراب نکنین خودتونو به همین راحتی. بارها گفتم، بارها گفتم، مدرک به اندازه بار الاغی که کمر الاغو خم کنه داشته باشین، شعور فرق میکنه، فهم فرق میکنه. اون میرید یاد میگیرید، میخونید، نمیدونم استاد میاد یادتون میده، میشینید یه تخصص میگیرید، تو اون زمینه کار میکنید، اما شعور چیز دیگه است. بهمن جان وقت ما تمومه. بله من اشاره کردم، تا هفته آینده خدا نگهدارتون. یه بارم من اشاره میکنم برای سابسکرپشن و اون کارهای مربوطه، ممنونتون هستیم. سابسکرایب گفتی؟ سابسکرایب بکنم. بله از شما بینندگان عزیزم که فرصت کردید، خوشبختانه وقت گذاشتید، سپاسگزارم. بر تقدیر خوب و خوش باشید. تا درودی دیگر، بدرود.